به لطف و به نرمی عیسی میخواند، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده میخواند، گوید نزد من بیا، بیا. شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: دلیل دور شدن خدا از ما و راه نزدیک شدن ما به او. دلیل دور شدن خدا از ما و راه نزدیک شدن ما به او. دوست خوب من، گاهی در طول زندگی ما زمانهایی را تجربه می کنیم که گویا خداوند از ما دور شده. زمانهایی را تجربه می کنیم که گویا خداوند به دعاهای ما گوش نمی کنه. عزیزان، کلام خدا در کتاب یعقوب یکی از دلایل اصلی که چرا ما گاهی احساس می کنیم خداوند از ما دور شده را به ما یاد می ده. کلام خدا در کتاب یعقوب همچنین راه چاره بسیار مناسبی را برای دوباره به خداوند نزدیک شدن به ما یاد میده. به طور اجمالی و خیلی روشن، کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 و آیه 8 میخواد به ما بگه که اگه ما احساس میکنیم که خداوند از ما دور شده و یا احساس میکنیم که خداوند به دعاهای ما گوش نمیکنه، دلیلش وجود گناه در زندگی ماست. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح خالق این هستیه. او همچنین خالق من و شماست. او خداوند یگانه، قادر مطلق، دانای مطلق، همیشه در همه جا حاضر و خدای لایتغیره. این بدین معناست که او هرگز در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنه و عوض نمی شه. این ما هستیم که در رابطه خودمون با خداوند تغییر می کنیم. عزیزان، متاسفانه ما گاهی بنا به هر دلیل اجازه می دیم تا گناه به شکلی وارد زندگیمون بشه. ما گاهی در خودخواهی و سرکشی از خواست خداوند راه خودمون را انتخاب میکنیم و از او دور میشیم. ما گاهی اشتیاق مطالعه کلام خدا و تعمق در آن و همچنین وقت گذرانی منظم روزانه با خداوند را از دست میدیم و از او دور میشیم. وقتی ما اجازه دادیم تا زندگیمون دستخوش این گونه تغییرات فجیع بشه، زمانی در طول زندگی به خودمون میاییم و متوجه میشیم که به تدریج چقدر از خداوند دور شده ایم. وقتی ما خودمون را در چنین شرایطی دیدیم، باید به یک سوال مهم و اساسی پاسخ صحیح بدیم. این سوال که حال چاره چیست؟ و من برای برقراری رابطه نزدیک و صمیمی دوباره با خداوند باید چه کار کنم و از کجا شروع کنم؟ عزیزان، بر اساس تعالیم کلام خدا در کتاب یعقوب، چاره مشکل ما و پاسخ به این سوال مهم و اساسی بسیار ساده، واضح و قابل فهمه. چاره مشکل دوری ما از خداوند و چگونه برقرار نمودن رابطه نزدیک و صمیمی دوباره با وی اینه که ما باید مصمم بشیم تا صادقانه و با جدیت به سوی خداوند برگردیم.
وقتی ما فروتنانه و با صداقت شروع به بازگشت به سوی خداوند کنیم، او نیت قلب ما را و همچنین تلاش و صداقت ما را برای نزدیک شدن به خودش می‌بینه. آنگاه خداوند پدر آسمانی مهربان ما هم در محبت و رحمت بیمانند الهی خودش به سوی ما خواهد آمد و ما را در آغوش گرم خود دوباره میپذیره و نوازش میکنه. عزیزان، در ابتدای آیه کلیدی این تعلیم، یعنی در یعقوب فصل 4 آیه 8 میخوانیم که به خداوند نزدیک شوید. مطالعه این قسمت از این آیه برای ما این سوال را به وجود میاره که چگونه من میتونم به خداوند نزدیک بشم؟ خدا را شکر که او ما را بلا تکلیف رها نمی کنه و باز در کلامش به سوالات زندگی ما پاسخهای صحیح و قانع کنندهی داده. به طور کلی برای بازگشت به سوی خداوند ما باید دو اقدام اساسی انجام بدیم. اول اینکه ما باید هرچه سریع‌تر از هر گونه گناه دست بکشیم. کلام خدا در اشعیا فصل 1 آیه 15 این نکته بسیار مهم را بدین گونه به ما یاد میده: هرگاه دستهایتان را به سوی آسمان دراز کنید، روی خود را از شما برخواهم گرداند و چون دعای بسیار کنید، اجابت نخواهم نمود. زیرا دستهای شما به خون آلوده است. آمین. بله دوست خوب من، ما باید هر گونه گناه عمدی و دانسته را از زندگیمون دور کنیم. همینطور ما باید از کسانی که در گذشته به هر شکلی رنجوندیمشون و آزارشون دادیم عذرخواهی کنیم. دومین اقدامی که ما باید انجام بدیم اینه که ما باید قلبمون را از وجود هرچه که خواست خدا نیست پاک کنیم. کلام خدا در مزمور 51 آیه 10 می‌فرماید: خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. آمین. دوست خوب من، در راستای دست کشیدن از انجام هر گناه دانسته و پاک نمودن قلبمون از هر گونه ناراستی، ما همچنین باید مطمئن باشیم که تمامی افکار و نیتهای شخصی ما مطابق با خواست خداوند هستند. ما باید مطمئن باشیم که تمامی افکار و نیت‌های شخصی ما با آموزه‌های کلام خدا هماهنگی و مطابقت دارند. خداوند و منجی ما عیسی مسیح این موضوع مهم را به طور خیلی واضح به ما یاد داده. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 24 می‌فرماید: نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی، باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. آمین. بله دوست من، این غیر ممکنه که ما چیز دیگه ای را در کنار خداوند به اندازه وی دوست داشته باشیم و هنوز بتونیم در اراده الهی او زندگی کنیم. در خاتمه دوست خوب من، اگه امروز احساس میکنید که خداوند از شما دور شده، اگه احساس میکنید که خداوند به دعاهای شما گوش نمیکنه، اون چرا که امروز از مطالعه کلام او یاد گرفتیم انجام بدید. از هر گناه دانسته دست بکشید، با کمک خداوند قلب خودتون را از هر گونه گناه پاک کنید و به او نزدیک بشید. به یاد داشته باش که او خدای با وفا و مهربانه و هرگز تغییر نمی کنه. آغوش پرمهر و محبت او برای پذیرش دوباره شما گشوده است. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاس گذارم که امروز به من درس تازه‌ای یاد دادی. از تو سپاس گذارم که به من یاد دادی وجود گناه در زندگیم مرا از تو دور می کند. از تو سپاس گذارم که به من یاد دادی چطور می توانم باز به سوی تو برگردم و به تو نزدیک شوم. خداوند از تو سپاس گذارم که راه بازگشت به سوی خودت را در کلامت به من یاد دادی. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می بخشی. خداوند من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا و به من کمک کن تا در اراده الهی تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد. در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. در مرتع‌های سبز می‌خوابانم، سوی آب‌های آرام می‌برد. او جان مرا تازه گرداند. خداوند شبان من است، خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد. در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. به خاطر نام پر جلالش به راه‌های راست هدایت کنم. هرگز از بدی نخواهم ترسی، حتی در وادی سایه موت. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم. قابت در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. تو با منی نمی هراسم، با آن عصای آهنین تو، با قوت تو، با قدرت تو تسلی دارم، تسلی دارم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد. در ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. در برابر چشم دشمنان سفره‌ای بهرم گسترانیدی. مرا چون مهمان پذیرفته‌ای و جام مرا لبریز کرده‌ای. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد. در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. خداوند شبان من است، نیکوی و رحمت همه عمر همراه من است، همراه من است. خداوند شبان من است، خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد. در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. خداوند شبان من است.
نخواهم بود تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود ساکن خواهم بود.